با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با بخش خبری نور در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال روزهای گذشته نخست سرخط خبرها. نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت معترضان زندانی در ایران. سیاستمدار آلمانی: شاهرودی مسئول 2000 اعدام در ایران بود. لغو مجوز چندین نشریه محلی در کرمانشاه. راهپیمایی و اعتصاب کارگران هپکو در عراق. تصویب قطعنامه حمایت از معترضان در ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا. آزادی 3 تن از درایش گنابادی در شامگاه سه‌شنبه از زندان اوین. و تهدید زندانی اهل سنت حمزه درویش به امکان به قتل رساندن وی. اعلام خودکشی افراد حین بازداشت باعث نگرانی ارگان‌های حقوق بشری در ایران شده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک تعدادی از معترضان بازداشتی در زندان نوشته است: مقامات مسئول در ایران باید برای جلوگیری از شکنجه بازداشت شدگان و مرگ تعداد بیشتری از آنان در زندان سریعاً اقدامات لازم را به اجرا بگذارند. این بیانیه افزوده است که سایه تاریک پنهانکاری و فقدان شفافیت در مورد آنچه که بر سر این بازداشت شدگان آمده نگران کننده است و مقامات ایران باید به جای ابراز داوری شتاب زده در این مورد که آنان دست به خودکشی زدند، فوراً تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفافی را در مورد شرایط منجر به مرگ آنان به جریان اندازند. عفو بین الملل با یادآوری اینکه ما از دیرباز به طور مستند شرایط کابوسوار بازداشتگاه‌ها در ایران از جمله کاربرد شکنجه را ثبت کرده ایم، گفته است که افراد مظنون به ارتکاب اعمال منتهی به مرگ بازداشت شدگان باید فوراً از مقام خود معلق شده و بر اساس موازین بین المللی محاکمه منصفانه و مجازات شوند. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، مرگ سینا قنبری 23 ساله در قرنطینه زندان مخوف اوین و گزارش‌های زد و نقیض درباره علت آن، نگرانی در مورد نحوه رفتار مقامات جمهوری اسلامی با معترضان را تشدید کرده است. بیانیه این سازمان می‌افزاید که تاکنون مرگ دست کم 4 تن دیگر در هنگام بازداشت گزارش شده که از جمله شامل 2 مورد در قرنطینه زندان اوین است. وحید حیدری و محسن عادلی از جمله قربانیانی هستند که اسامی آنان منتشر شده است. در ادامه این بیانیه آمده است که خویشاوندان افراد بازداشتی گفتند که مقامات مسئول هیچ گونه اطلاعی در مورد این افراد در اختیارشان قرار نداده و برعکس آنان را صرفاً به خاطر سؤال و ابراز نگرانی در مورد عزیزانشان تهدید و ارعاب کردند. دیدبان حقوق بشر، یکی دیگر از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز در بیانیه مراتب نگرانی عمیق خود نسبت به بازداشت شماری از معترضان را ابراز داشته و خواستار روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان شده است. این سازمان افزوده است که بازداشت یک نفر به خاطر تجمع اعتراضی غیر قابل قبول است و کسانی که به این دلیل در بازداشت به سر می برند باید فوراً آزاد شوند. ولکر باک، سیاستمدار آلمانی که علیه محمود هاشمی شاهرودی شکایت کرده است، گفته هاشمی شاهرودی مسئول اعدام بیش از 2000 نفر است. ولکر، سیاستمدار آلمانی، روز سه‌شنبه گفت: من این شکوایه را بر اساس قوانین آلمان در ارتباط با جنایت علیه بشریت تنظیم کردم. آقای شاهرودی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه مسئول صدور حدود 2000 حکم اعدام بوده که متهمان برخی از آنها کودک بودند. این عضو حزب سبز آلمان میگوید دادستان‌های آلمان در حال بررسی شکوایه او هستند و به زودی درباره وجاهت داشتن آن برای طرح در دادگاه نظر خواهند داد. ولکر در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولیت دیپلماتیک شاهرودی مانع از پیگرد قضایی آن نخواهد شد، گفته است: او هم اکنون یک مقام دولتی ایران محسوب نمی شود و گمان نمی کنم بتوان مسئولیت دیپلماتیک را در مورد او روا دانست. خود من که 3 سال نماینده پارلمان بودم، در آن ایام مسئولیت قضایی و دیپلماتیک نداشتم. در تجمعی که هفته
در تجمعی که هفته گذشته در برابر کلینیک جراحی اعصاب هانوفر برگزار شد، یکی از سخنرانان گفت شاهرودی را به حکم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهیم کرد و به دادگاه خواهیم کشید و شاهرودی پایش به ایران نخواهد رسید. یک وبسایت محلی هانوفر هم پیشتر گزارش کرده بود معترضان در نامه‌ای به اشتفان بایل رئیس دولت ایالتی به شدت انتقاد کردند که چرا دولت آلمان اجازه داده این مقام ایرانی برای درمان وارد هانوفر شود. مجوز انتشار 10 نشریه در آسان کرمانشاه لغو شده و از انتشار این نشریات جلوگیری به عمل می‌آید. اخیراً 10 نشریه محلی در استان کرمانشاه به دلیل عدم نظم در انتشار مستمر بر اساس ماده 16 قانون مطبوعات از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان لغو مجوز شدند. در سالهای گذشته چندین نشریه دیگر هم به علت عدم حمایت دولتی در این استان توقیف شدند، در حالی که همکنون بیش از 100 رسانه به مرکزیت استانهای کردشین در سامانه جامع رسانه‌های ایران ثبت شدند، اما تنها رسانه‌هایی که وابسته به وزارت کشور، استانداری‌ها و یا سایر ارگان‌های دولتی هستند به فعالیت خود ادامه می‌دهند و سایر رسانه‌ها یا توقیف شده و یا با مشکلات مالی مواجه شدند. در دوره 4 ساله نخست حسن روحانی رئیس جمهور ایران در شهرهای کردنشین دست کم 34 نشریه و 7 نامه کردی فارسی توقیف و یا لغو مجوز شدند. کارگران چند کارخانه از جمله هپکو در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زدند. کارگران هپکوی عراق که 5 ماه دستمزد و مطالبات معوقه دارند از سه‌شنبه 19 دی مجدداً در اعتصاب به سر می‌برند و دیروز از کارخانه به سوی استانداری در شهر عراق راهپیمایی کردند. در پی آخرین اعتصاب کارگران در شهریور با دخالت وزارت کار و سازمان خصوصی سازی از واگن‌سازی کوسر که مدیریت هپکو را بر عهده داشت خلعیت شد و شرکت هیدرو اطلس جای آن را گرفت. هفته گذشته جلسه با حضور استاندار استان مرکزی صلاحیت هیدرو اطلس را نیز رد کرد. به همین جهت سرنوشت دستمزدهای معوقه کارگران و تولید در شرکت همچنان در ابهام است. کارگران هپکو 19 دی در حالی که پرچم شرکت را در دست داشتند به سوی استانداری راهپیمایی کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت و پرداخت مطالباتشان شدند. کارگران سد شفارود واقع در رضوان شهر استان گیلان نیز از یک شنبه 17 دی در اعتراض به تعویق ماه‌ها دستمزد، حق بیمه و شرایط نامناسب کار در اعتصاب به سر می‌برند. یکی از کارگران در این رابطه گفت ساعت کاری تا ساعت 14 است، اما از ساعت 12 بتن‌ریزی را شروع کرده و تا ساعت 16 بدون نهار و اضافه کاری ادامه دارد. کارگران شرکت ایران قوطی نیز که به اخراج 90 تن از همکارانشان و عدم پرداخت 10 ماه مزد به حق بیمه معترضند، سه‌شنبه 19 دی مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گفته یکی از نمایندگان کارگران، این کارگران در مجموع 4 میلیارد تومان از شرکت طلبکارند. مراجعه کارگران به استانداری، فرمانداری و دادسرا بی نتیجه بوده و در پی تجمع قبلی کارگران مقابل استانداری، کارفرما 90 تن از کارگران را اخراج کرده است. مجلس نمایندگان امریکا روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای ضمن حمایت از قیام مردمی ایران، جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد معترضان را محکوم کرد. گزارش رسانه‌های آمریکا حاکی از آن است که قطعنامه حمایت از تظاهرکنندگان در ایران با 415 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب شده است. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا گفت امروز مجلس به حمایت از مردم آزادیخواه ایران که دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند رأی داد. در قطعنامه مجلس نمایندگان آمده است ما در کنار مردم ایران که علیه یک حکومت ظالم و فاسد دست به تظاهرات اعتراضی زدند می ایستیم. مجلس نمایندگان همچنین اقدام حکومت ایران در نقض شدید حقوق بشر و سرکوب شهروندان این کشور را محکوم کرده است. این قطعنامه همچنین از دولت دونالد ترامپ خواسته است
تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کند. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است در حالی که آمریکایی‌ها در کنار مردم ایران ایستادند، میبایست برای ملت ایران توضیح دهیم که تحریم‌های ما علیه آنان نیست. وی در پایان اضافه کرد تحریم‌های آمریکا حکومت سرکوبگر و بی‌ثبات کننده را هدف قرار می‌دهند، نه مردم ایران، و مردم ایران باید بدانند که در مبارزه برای آزادی تنها نیستند. سه تن از درویشان گنابادی شامگاه سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. وبسایت مجذوبان نور که وابسته به درویش گنابادی است دیشب نوشت که پس از 10 روز تحصن درویش 4 تن از آنان آزاد شدند. روز سه‌شنبه شماری از درویش گنابادی با تجمع در مقابل زندان اوین خواستار آزادی 4 تن از یاران خود شده بودند. کمی پیشتر از آزادی این افراد، علی سعیدی فعال رسانه درویش اعلام کرده بود که در صورتی که این افراد آزاد نشوند، محل سکونت دقیق خانواده خامنه ای در ترکیه را افشا خواهد کرد. محمد رضا درویشی همچنان در زندان است و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. بر پایه این گزارش، این 4 تن طی 10 روز گذشته در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بودند. 10 روز پیش 4 تن از درویش گنابادی هنگام عیادت یکی از مدیران وبسایت مجذوبان نور در بیمارستان به شکل خشونت‌آمیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. وبسایت مجذوبان نور از علت بازداشت آنان ابراز بی‌اطلاعی کرده است. در پی اعتراض حمزه درویش، زندانی اهل سنت، به حکم ناعادلانه 18 سال حبس، بیم آن می‌رود که این زندانی اهل سنت توسط دیگر زندانیان به قتل برسد. حمزه درویش زندانی اهل سنت اخیراً به انتقال به بند داعش تهدید شده است. احتمالاً می‌رود که به دنبال تکفیر و توهین وی را به قتل برسانند. حمزه درویش زندانی 24 ساله اهل تالش می‌گوید که در سال 93 نیروهای داعش او را فریب داده و به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردند. او توسط داعش دستگیر شده و مدتی را در زندان داعش سپری کرده و سپس به ایران فرار کرد و خود را به نیروهای امنیتی معرفی می کند. به پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شده و به فعالیت‌های اقتصادی می پردازد، ولی به مدتی پیش به صورت غیر منتظره بازداشت و به تحمل 18 سال حبس تعزیری محکوم شده است. حمزه درویش همکنون از شرایط روحی و جسمی بسیار نامناسبی برخوردار است، به طوری که قادر به انجام امور روزمره و فردی خود نیست. نهادهای مدافع حقوق زندانیان عقیدتی از مجامع بین المللی خواستند که به پرونده‌های خلاف مسئولین قضایی، مدیران و دستاندرکاران زندان‌های جمهوری اسلامی که هر روز در آنها بسیاری مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند، رسیدگی کنند. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس را دارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.